آن کس که تو را کمک می کند در آینه است. سلام، وقت شما بیننده‌های خوب تلویزیون آریانا بخیر. آرزوی صحت‌مندی شما را دارم هر کجای که هستین. آرزو دارم که ایام به کامتان سپری شود، خرسند باشین، شادی ها نصیبتان شود. در خدمت شما هستیم. امشب هم با برنامه خودتان، برنامه گپ ناو و گپ های جدید، مهمان های جدید و بخش های خیلی جالب و دیدنی که همراهی شما را تا پایان برنامه خواهند هستم. در آغاز برنامه هم میخواییم که خوشکلام برنامه بیای و میای خود دست میزنم. بیا فکس است عزیزم، خوش آمدی به برنامه. نساجان کیهان، دوست داشتنی. خوب هستی انشاءالله؟ بخیر هستی؟ بخیر باشی. مگذره؟ سلامت باشی. موی تا دست زدی به جایی که خوب شد و خراب شد. نه، موی ما خراب نمیشه. موی کم یک راحتی را داره که گتوت نمیشه. خواه. تا که زیاد شمال و طوفان نشه، این موی ما بین کوتاه کوتاه است. کوتاه کوتاه است. این بغل موی تا این طرف که زدی جاروگه کاره. نه، این نصف سفید است، نصف سیاه. هم تو نه، اومد سفید و سیاهش کار ندارم. میره کم تو تارتار شد، به خاطر خرابش کردی. سلام علیکم، تکو برنامه رو شروع کنیم. با خودت دیگه خب میگن. ها ما یک سوال کنم پیش سلام علیک. وقتی گپ پیدا نکنی چی میگی؟ هیچ امکان ندارم اگر پیدا نکنم. این یک قصه است. یا کسی گفته بود تو قصه تو خواهد. سلام علیک تکو باز با قصه شما. خوب است. سلام اون اونه که هیله هیله چه جوڑو خوشحال سلواری و سید اخپل قرآنی ترسنگ و سید او کم کسان چه ده هواد بحر یا پا افغانستان که زمانگ اخپراو نگوری او لومری زل پرد اخپراو نگوری تست هم زنگری سلام اونه روح جوڑ همیشه حسین هم پنصیب شد شوند هر خوشحالی ما پنصیب شد. بله گپ گفتی یک روز من تصادف یکی از دوستا رفتیم پیش دکتر به خاطر قسمت چشمش چملوکی داشت. باز من دکتر گفتم که همین قسمت چشم ازی شفتر شده. بسیار حالش سر ازی تاثیر نکرد. بیرون که رفتیم سر ازی تاثیر کرد. چی بگم؟ سر ما گپ زدی اولادتی نمیرخم بیای. اولادت شفتر پیدا بود. اولادت هم بدوا نکنی. خب یه هم هر صورت. خبر خوشت هم بخورم. خب ده خوشحالی خبر با گرد سرلار شو تصویر که بایی او گورو او بیرت براو گرزو گپناخ پراون هم هیره بایی. خب عزیزو خبر خوش تقدیم شما کرد نصرت جان و نیازار دادن کار خوب است ولی دعای بد نکنین. بیاش اگر بد هم کنین نوز درک نداره. نه دو گپ است. بعضی کسا آزار دادن هم مثلا آزار دادن به شکل یعنی کسا شوخی میکنی مذاق میکنی. بعضی کسا شوخی کنی فکر میکنه سر زور رشخند زدین. آه این گپ نیست. یک مفکوری غلط میگیره. یک قسم دیگه او را میسنیم. میخواییم در این لحظات برنامه یک تعریف از کیمیا از خودت داشته باشم. در برنامه کجایش کیمیا؟ خب میخواییم یک تجربه کیمیاوی را داشته باشیم. خودت گاهی به مواد مخدر علاقه مند شدی؟ چرا به مواد مخدر باید علاقه مند شدم؟ خیلی سوال به خاطر کردم به خاطر مضرات شد. میخواییم که یا چیزی که اضرارش است یا چیزی که ضرر داره میخواییم در این برنامه ما به تصویر نشان بدیم که اگر خدای نکرده ما مواد گذشته دیگرش امی سیگرت عملی کیمیاییش نشان میتیم که وقتی که استفاده بکنیم چقدر برای شش چقدر برای سیستم تمام سیستم بدن چقدر مضر است. مضر است و عوارض داره. ناظم جان یک چیز بگویم مواد مخدر بخی قصهش بخی یک طرف میمونیم. او خو از نامش پیداست مواد مخدر یعنی یک چیز مضر. استفاده بیش از حد از چای، قهوه و خصوصا انرژی باب ای خودش بسیار مضر است. بخاطر که چای قهوه کافئین داره ای خودش به عمل تبدیل میشه. والا ما باز و استفاده زیاد از این موارد کلش نقص داره. یعنی هر آن چیزی را که از یعنی اسات زیاد شوه و ضرر داره. حتی اون بوجیگکا که در آخر موجود بسیار ضرر داره. بالشتکا اون رو بسیار ضرر داره. تو فکر نکنید که ضرر نداشته باشه. موت نه ضرر خدا داره. یعنی ناظم جان از میخواد گفتم انرژی نه کلاگی من وقت خسته هستم انرژی میخوای مثلا خستگی تا اما سر صبح انرژی رو بخو باز میفهمی که چقدر مضر است. خب خلاص از 500 هفته گرفته تا 520 شام استفاده نکنین. بیاین اجزا در ادامه برنامه میبینیم که چقدر مضر است. ما رفتم دیگه. بخیر بریم. با ادامه برنامه گپ ناو شما عزیز را خوش آمدید میگم. قسمی که در آغاز برنامه یادآوری کردیم مهمان میداشته باشیم و امشب هم در برنامه دو تجربه متفاوت را که در برنامه قبل هم دیدین ولی ای که چقدر مهم است در این برنامه حتما
نقاط دیدین که مورد را که ما میخواییم در برنامه تجربه بکنیم و ببینیم. خیلی برای ما و شما. همه ما و شما وقتی صحبت میکنیم که اضرار مواد مخدر، موضوع یکی چقدر ضرر داره، شاید در ذهن ما تصور بکنیم که ضرر داره، اما یکی چقدر عملا ببینیم، این را با دکتر صاحب آقا محمد محمدی که البته متخصص امروز داخله هستن صحبت خود داشتیم که در ادامه برنامه خوش آمدین. شما به برنامه خوش آمدید. تشکر بسیار زیاد از این جان. در قدم نخست سلام احترامات خدمت شما و همکاران تکنیکی و تمام بیننده های عزیز شبکه تلویزیونی آریانا. انشاءالله که خوب و سعادتمند باشین و خوبی و سعادتمندی همه وطنان عزیز خود را از خداوند آرزو دارم. سلامت باشین. همچنان در کنار دکتر صاحب یکی از متعلمینه که اینا هم یکی از تجربه ها را انجام میتن، ولی که چی است باز در ادامه برنامه صحبت خود کردیم. در آغاز قسمی که یادآوری کردیم روی اضرار مواد مخدر، بخصوص قیلون که خیلی طرفدار هم داره بین جوانانی. واقعا عظیم سی بمی اضرار دخانیات متاسفانه یک از بدبختی بسیار بزرگی در سطح جهان است. و چه قسمی که خداوند در سوره بقره آیه 195 میفرماید، میگه خداوند میگه شما خود را به دست خود به هلاکت نندازین. مفسرین خیلی زیبا بیان میکنن، میگه این سوره در یکی از دلایل اساسیش است که باید انسان متوجه صحت خود باشد، چون ما 11 سیستم در بدن خود داریم. بله. و مواد مخدر طوری بالای ما عمل میکنه عظیم سب که تمام 11 سیستم ما را متضرر میسازه، 11 سیستم اختلال برشواری میکنه. ولی مواد مخدر در اواخر بر علاوه که بعضی مواد مخدر دیگه که ما در اوایل داشتیم، حالا قیلون هم اضافه شده. اما اکثر هم وطنان ما به این باور هستند که قیلون ضررش نسبت به سیگریت و نسبت به دیگه مواد مخدر چی است کمتر است. کمتر است در... میگن که مچون میوه است و آب است. اما گپ چی است لازم سید؟ قیلون مواد مخدر تمامش که زمانی که دود میشه کاربن مونوکساید تولید میکنن. گاز کاربن مونوکساید یک گاز زری بی بوی و بی ذائقه است به نام قاتل بی صدای داشون میکنن. و امی که اکثر هموطنان عزیز ما را که گاز میکنن در خانه ها خفق میشن، گاز کاربن دی اکساید است. و گاز کاربن دی اکساید زمانی که داخل بدن ما میشه عاجل که به یک هموگلوبین وصل میشه. هموگلوبین که یک نوع پروتئین است در کروات سفید خون، زمانی که وصل میشه غلظت خون بالا میبره، قطع اکسیژن صورت میره، اکسیژن به قسمت های بدن نمیرسه، خفق میسازه. اگر این فیصدی گاز کاربن دی اکساید به 70% که در بدن ما اختلال وارد میکنه، سبب میشه که انسان از بین ببره. ولی متاسفانه که فیصدی گاز کاربن دی اکساید با استفاده دخانیات در بدن ما بالا میره، در صورتی که خودش فیصدی یک گاز ذری هم از خداوند با تقریبا کمتر از 3% در بدن ما را خلق کرده، کمتر از 3% در بدن ما فعالیت میکنه، در عملیه متابولیسم نقش داره، ولی کمتر از 3%. ولی کسایی که اعتیاد با سیگریت دارن، مواد مخدر دارن، همین فیصدی گاز کاربن دی اکساید در بدنشون به 10% میرسه. ولی از یک دود سیگریت تقریبا 32 پی پی ام گاز کاربن دی اکساید در بدن تولید میشه، ولی از یک قیلونی که استفاده میکنیم یک دودش 52 پی پی ام گاز کاربن دی اکساید در بدن تولید میشه. که چقدر تفاوت بسیار زیاد است، به خاطر اینکه این گاز قیلون که است عملی سیگریت که است عملی تنفس شمیق نیست. ولی نمیشه که ما تمام عزیز ما از این پن بگیرم بیا قیلون اون طرف میگذاریم جوانا بگه که خیلی سیگریت تفاوت شروع میکنیم که کمتر است. نه، به صحت ضرر داره. زر چی که یک ذره باشه چی صد ذره باشه ضررش بیشتر است. اما جالب چی است عظیم صاحب؟ جالب است که قیلون که است بسیار تنفس شمیق است. ما دو عملیه در تنفس بدن داریم، یک اکسپایریشن است، ان اکسپایریشن است. اکسپایریشن که است داخل کردن چون خارج کردن کاربن دی اکساید از بدن است، ان اسپایریشن که از داخل کردن اکسیژن به بدن است. وقتی کسایی که قیلون میکشن یا ان اسپایریشن بسیار عمیق میگیرن، دود قیلون خود حتی به برونشیوله ها میرسونه، برای آخرین قسمت های سیستم تنفسی میرسونه. و جالب دیگه یه عظیم سب که در مواد مخدر وقتی زمان اکثر هموطنان ما به یک دست میگه قیلون ضرر نداره، خوب به خاطر که آب است. من یک نکته بسیار کیمیایی خطرناک اشاره میکنم. وقتی در زیر مغزن قیلون که است آب است، بالا دود است. وقتی زمانی که جالب چیز در طبیعت ما باران های اسیدی داریم، باران های اسیدی در اکثر ممالک میبره کل موجودات زنده را نموش متضرر میسازه. اما جالب است که از دود قیلون در داخل شیشه های ما باران های اسیدی جور میشه، ما خبر نداریم، چون کاربن دی اکساید داخل بدن ما شد با کاربن اکساید داخل بدن ما شد با کاربن دی اکساید تعامل میکنه و کاربن دی اکساید که میره با شیشه ها با اکسیژن بهش ازت که زیاد شوه، با آبی بدن ما که تعامل میکنه هیدروژن کاربونیک اسید میسازه. هیدروژن کاربونیک اسید که یکی از تیزابه های خطرناک است که در داخل سیستم تنفسی اکثر نواقص به بار میاره. ولی خوب است از این که بین تجربه همین تولیدی سیگریت و اضرار سیگریت یک تجربه انجام بدون که چی است. بسیار خوب است. خب اینو انجام میتیم، ولی باش که اونا هم که اومدن یک بار یک اشاره برسانن که چی تجربه را انجام میتن، بعدش اینو میبینیم که در ادامه دوستا هم منتظر باشن که تجربه بعدی را که انجام دادیم در مورد چی خواهد بود. سلام عرض ادب خدمت شما و استاد محترم و بینندگان تلویزیون آرنا. امروز که کدام تجربه را که تهیه کردیم برای شما که از تعامل اطراقی می باشد. که تعامل اطراقی یک عمل خود به خودی است که بدون منبع حرارت، بدون لیتر و بدون کدام گوگرد چی میگیره؟ آتش میگیره. این عملیه که از عمل خود به خودی هستند که مواد مورد ضرورت آن می باشد پوتاشن پرمنگانات می باشد و گلیسرین می باشد.
و قاشق لابراتوار که مخصوص برای لابراتوار است و سرنج 5 سی سی میباشد. بسیار خوب. دیگه ما اوردش ان شاء الله که تجربه را که انجام دادین صحبت میکنیم. ولی حالا که کسایی که استفاده نکردن خوب کسایی که استفاده کردن میبینن که تجربه را که چقدر ضرر داره. چقدر ضرر داره سیب. آزم سیب یک دجریون تجربه خوب است که ما مواد معرفی نمیکنم چون بیننده ها میبینن. ما یک بوتل در نظر گرفتیم به عنوان 6 انسان و یک پمر در داخل بوتل میگذاریم به عنوان برانشول. برانشول که از آخرین قسمت های کسای اویس که تبادل اکسیژن و گاز صورت میگیره و همچنان سرپوش بوتل طوری ما تنظیم کردیم با یک نقش سیگریت که این خاصیت دهن انسان داره اما میبینیم که واقعا یک کسی که سیگریت میکشه سیستم تنفسی چقدر آلوده میشوه ولی ما به ماتان نزد خود توصیه میکنم که به جوانایی که با قیلون آغشته است کنار بگذارین به خاطر چی به خاطر که یک قیلون برابر 100 نقش سیگریت تاثیر داره 100 نقش سیگریت 100 نقش چون به خاطر گاز کاربن دی اکساید در البته که من میگم دوست عزیز نشو که از ای بوین چطور دکتر سی از دل خود از میده خود بیان میکنه نه این تحقیقات در دانشگاه آکسفورد لندن تحقیقات شد و اینا دستگاهی را کشف کردن که می اندازه‌گیری را کردن و چون اکثر به این اکثر کشورهای خارج که به قیلون زیاد علاقه‌مند هستند می اول پمبر داخل سر بوتل میگذاریم که پمبه تقریبا دو سال داخل سر بوتل باشه که مثل برانشیول یا شش آقای انسان عمل کنه کمک کمش بسازیم و دوستایی که را تجربه میکنن در خانه ها یا لابراتوارها کوشش بکنن که پمبه بهش اذیت نباشه و کوشش دیگه می باشه که پمبه داخل نفته قبل از استفادهش اینو می تجربه را ببینید دیگه هیچ وقت استفاده نمیکنید استفاده نکنید اینا لازم سه ما شما ببینید که چگونه یک سیگریت ضرر میکنه گرچه قیلون هم ما ضرر شد تجربه کردیم یک روز رو ان شاء الله بس میکنیم خب زمانی که سیگریت بند شد ما میایم در قدم نخست سیگریت روشن میسازیم و بعد منبع آب را میکنیم که مثل شش انسان عمل میکنه چون اینجا مولکول های آب خاصیت شش انسان عمل میکنه یکی و دومش از اینکه همین کاربن مونوکساید که یک گاز غیر منحل در هاب است حالا میبینید که در هاب حل نمیشن ولی خاصیت ها با تغییر میتن بین روشن بسازیم سیگریت هم ببینیم که چگونه دود به طرف پایین کش میکنم بعد آزیم سیمی منبع آب باز میکنیم تا اینه که امی عملی تنفس بدن انسان انجام شوه خب شما آزیم سیم دقت بکنید گاز کاربن مونوکساید چطور داخل بوتل حرکت میکنه شما بسیار دقت بکنید ببینید که در آب حل نمیشود هیچ در آب غیر منحل است این از ما نتیجه میگیریم که گاز کاربن مونوکساید در خون حل نمیشه بعضی دوستای تو فکر میکنن میگن خب گاز کاربن مونوکساید داخل بدن که شد خون مایعات است آب مایعات است نه گاز کاربن مونوکساید با هموگلوبین وصل میشه با هموگلوبین که وصل میشه خود به رشته های اعصاب میرسونه و سبب میشه که اختلال وارد بکنن ببین که داخل بوتر چطور پر از دود است آل پمبه را مطالعه میکنیم که پمبه خاصیت برانشیول داره برانشیول های انسان چه قرار آسیب رسانده واقعتش اسپینس کمک میگیریم و متران عزیز خود که تجربه میکنن اسپینس هم کمک میگیرن آب استرس که شروع میکنه لازم میشه برکت دود سیگریت مکمل به طرف داخل حرکت میتن ما یک کمک که سر بوتل پایین بالاتر میگیریم که می آب به سرعت حرکت بکنه چون از ضایع وقت جلوگیری شون و لازم میشه ببینید که در آب حل نمیشه گاز کاربن دی اکساید غیر منحل شیشه با یک سیگریت این رقم با یک سیگریت قسم میشه لازم دوستا روز یک قوطی استفاده میکنن و یگان دوستا که هست یگان فامیلا که هست متاسفانه قیلون طوری کردن که به خود یک فرنگ ساختن به خیر غذا ساختن که هیچ ضرر نداره ولی ما براشون میگیم که 100 درصد از 100 سیگریت که بیشتر ضرر میداشته باشه خب آزم سیگریت سوخت من دوباره باز میکنیم ببینیم که در برانشول چه تغییرات اومده اینو میبینم آدم بیام بزنه ببینه که نمیت تاثیر میکنه بعد نبوگه بی و جالب چی هست بعد ازرار سیگریت بعد از وقفه ان شاء الله بس میکنیم که چگونه ازرار می داشته باشه 11 سیم بدن خب سیگریت آزم سیو طرف میندازیم میایم امروی پینز پمبی که با سر بوتل مونده پمبه را باز میکنیم پمبه را میگیریم مقایسه میکنیم با پمبی که تازه بود شما متون عزیز خود ببینید که پمبه را چگونه سیاه کرده آزم سیب شما دقت بکنین ببینید چقدر تغییر کرده یک سیگریت است که برانشیول قدر میگه پمبه سفید ببینین خوب است که ما واضح تر نشان بدم شما پمبه سفید ببینید و پمبه که ما در سر سیگریت موندیم اینو ببینید که چگونه متزلزل شده چگونه حال کرده یک سیگریت است ولی قیلون که است آزم سیب گفتم بسیار با این اسپایریشن عمیق داخل بدن میشه که به عمیق ترین تنفس در تحقیقات صورت گرفته در کدام تنفس در تنفس قیلون است عمیق ترین تنفس حتی از تنفسی که ما پیش دکتر میریم یا بعضی معاینات قلبی انجام میدیم این تنفس عمیق نیست ولی تنفس قیلون که است عمیق ترین تنفس میباشد عظیم سیف این بود تجربه اضرار سیگریت و بحثش هم است که ان شاء الله که هموطنان عزیز خود ببینن که چگونه تاثیر میداشته و چگونه برانشیول ها را آلوده میسازد واقعا جالب بود زنده باشید این تجربه را به دلیل ازی ما در برنامه گپ نو بخاطر که برنامه ما را جوان ها هم میبینن کسایی که مثلا از سیگریت استفاده میکنن کسایی که ما پیام های زیاد داشتیم در تلویزیون آریانا از آدرس تلویزیون آریانا بخاطر ازی که مواد مخدر چقدر بخصوص موضوع سیگریت از دگاش گذشته همین سبکش که بسیار ساده است همگی یک تعداد به گونه ای که گویا فیشن یا مود یا استایل استفاده میکنن اینقدر ضرر داره پس از وقفه صحبت‌ها را ادامه می‌دهیم. در ادامه برنامه ما را روی بکنین.
ادامه برنامه گپنم. شما ایزر خوش آمدید میگم و در ادامه برنامه یک تجربه دیگه هم باقی است و تجربه ای که در بخش اول برنامه هم تماشا کردین که خیلی مهم بود. دکتر صاحب قبل از اینکه بریم روی تجربه بعدی، سیگارت حتما دلیل است که مردم استفاده میکنه، به دلیل از اینکه بعض جوان ها به این فکر هستن که مثلا من میفهم نیکوتین ما کم بود داریم در بدن خود، ما ایره باید پوره بسازیم و این موارد است. میخوایم در این مورد صحبت بکنین که نمی تشویش حل شوه، مثلا بعضی ها واقعا نیاز دارن یا خود تلقین میکنن. عظیم صاحب واقعا گپ جالب است که اکثر جوان ها که در جامعه که ما زندگی میکنیم تلقین میکنن، به خاطر اینکه سیز که سیگارت نیکوتین داره. نیکوتین که از سبب زخم های معده میشه و سبب زخم های سیستم عظمی میشه، یکی از تاثیرات نیکوتین که سبب زخم های سیستم عظمی میشه یکی و سیگارت نیکوتین داره، ولی برعکس نیکوتین ما یک چیزی به نام کافئین داریم که در قهوه است، در چای است، خاندان نیکوتین است، این هم خاندان نیکوتین است، ولی به یک نوع اضرار از او کمتر است که در صورت کورم از ضرر میداشته باشه، کم خون میسازه، میکانیزم بدن خراب میکنه، ولی متاسفانه او کافئین داره که ما میتونیم به جای نیکوتین کافئین بگیریم یکی و دوم از اینکه خوب است که از تلقین کردن بگذریم، هیچ فایده نداره. پیغمبر بزرگوار اسلام و همچنان خداوند در کلام در کتاب خود میفرما، میگه هر قدر هر چیزی که به صحت شما ضررش بیشتر از فایدهش است شما کنار بگذارین، شما برین به طرف ضرر به خاطر فایدهش نروین، چون واضح و آشکار است که انسان منطق من فکر بکنه که وقتی ما دو دلیل است، ما دو نکته اشاره میکنیم به متن عزیز خود. همیشه دو نکته بسیار زیاد مهم است در خود ساختن یک انسان، یکی اگر دو نکته ما در نظر بگیریم، پدر خوب هستیم، برادر خوب هستیم، شوهر خوب هستیم، خانم خوب هستیم، یکی دوست داشتن است و یکی آگاهی است. همزمان یک دوست داشتن کافی نیست، یک روز از اونجا میگه یک خرس میگه اگر با یک حیوان دوست شد، وقتی که مگس که بالاش میشه این پکه کردم میره پکه کردم که مگس با تو طرف بره، یک روز از اونجا میگه تصمیم گرفت که وقتی این مگس که اون طرف نشد رفت یک سنگ بسیار کلان گرفت آورد، وقتی مگس که بالای دوستش که خود که نشست گرفت با سر با سنگ با سر دوستش زد، سر مغزای دوستش باد کرد. این از دوست داشتن ولی بدون آگاهی. حال ده اینجاست که یک نفر خدا دوست داره میگه برو که کافی نی بدن ما پوره شه، ولی آگاهی نداره که کافی چقدر ضرر بر صحتش میداشته باشه. خوب است که همزمان انسان خدا دوست میداشته باشه و همزمان آگاهی هم داشته باشه. از این موضوع هم حل شد، این موضوع حل شد وقتش. تشکر. خب با این تجربه صحبت ها تمام است که باز تجربه بعدی را اضرارش مانده کوتاه اشاره میکنم. بسیار خوب. ما در بدن خود هموطنان عزیز 11 سیستم داریم. بدن انسان از 11 سیستم، خداوند بدن انسان را از 11 سیستم تشکیل داده. یکی از اساس ترین سیستم بدن ما شما سیستم تنفسی و سیستم عظیم است. سیستم عصبی هم مهمتر است که اولین دودی که خود به درگاه اعصاب میرسونه و دود سیگریت است و دود قیلون است. و سیگریت چیکار میکنه؟ سیگریت بسیار چند تا اضرار کوتاه شما یاد میکنم و در صورتی که میلیون ها تاثیر بالای سیستم بدن می داشته باشه، 11 سیستم می تضرر میشه. اول سیگریت، کسایی که سیگریت میکشن در رویشون لکه های ایجاد میشه، چون به خاطر که سیگریت باعث میکروب با آلوده ساختن خون میشه، وقتی که خون آلوده شد اجرات زیر گلوت هم تغییر میکنه، لکه های ایجاد میشه. یک و دوم از اینکه سیگریت سبب میشه کسایی که سیگریتی موی سرشون نازک باشه شکننده باشه، ریزش مویشون زیادتر می باشه. دو البته با سیستم جلدی میگم و بعد سیوم میشه که سیگریت که در خانمایی که سیگریت میکشه سبب کم ساختن هورمون استروژن میشه، که هورمون استروژن یک از هورمون‌هایی است که در عملی میل خانوادگی و همچنان در تشکیل طفل نقش داره و در آقایان که اضرار سیگریت سبب کم ساختن میزان تخمه ها میشه که در حقیقت میزان تخمه ها را کم میسازه و غلظت تخمه ها را هم کم میسازه. یک و دومش از اینکه این سیگریت تاثیر بعدیش است که سیگریت و یا مواد مخدر یا قیلون که هستن امی سیستم تنفسی را آلوده میسازه که ما نمیتونیم امو تبادل آب و اکسیژن و کاربن دی اکسید که در بدن ما انجام میشه بتر و درست و منظم صورت بگیره. یکی و دوم از اینکه سیگریت میتونه باعث سبب اختلالات در نور چشم شوه، که نور چشم اختلالات میسازه، چون وقتی که خون میکروبی شد، خون که میکروبی شد کل بدن میکروبی شد. اما خاطر است پیغمبر به زوار اسلام میگه، میگه در بدن شما یک پارچه از گوشت است، وقتی این پارچه از گوشت که آلوده شد تمام بدن ما چی میشه؟ آلوده میشه. از اما خاطر ما باید جلوگیری بکنیم، چون سیگریت که هستن مستقیم در خون قطع نمیشه، با امو اماتان عزیز خود با امو هموگلوبین وصل میشه، که هموگلوبین یکی از پروتئین هایی است که در جریان خون در حال حرکت سرعت است، وقتی که با یکی قطع شد خود به تمام قسمت های بدن میرسونه و سبب میشه که 11 سیستم بدن برش شکنه نواقص وارد بکنه. عظیم سیم. بله این دیگه 11 سیستم آسیب میرسونه. فکر بکنین، به هر حال امید دارم که استفاده کننده کم شود. یک گپ آخر عظیم سیم، جالب است که سازمان سی جهان و تمام سازمان های سی دنیا آمدن سر سیگریت راکارهایی را برش تهیه کردن، ولی متاسفانه برای قیلون ایش راکارهای تهیه نکردن، در صورت که ضررش از سیگریت کده چیست؟ بالاست. این باید سازمان سی جهان و همچنان مراکز سی در نظر بگیرن که یک راکاری برای قیلون باید وضع بکنن و راکارش است که باید من بسازن. و آخر نقطه عظیم سه بشاره میکنم، بس گپ خود تمام میکنم. هموطنان عزیز یا پدر و مادر و برادرایی که سیگریت میکشن، کوشش بکنید که یک دانه سیگریت در کس شخصی که میکشه برش 100 مثلا 50% ضرر داره و به شخصی که
در اطراف از 100% ضرر داره. چرا؟ به خاطر دودی که میره به فضا با دیگه مولکول ها تعامل میکنه، ما راحت تعامل میکنه که سبب میشه که سرطان شخصی که سیگریتیز او را سرطان نوختر میگیره، و شخصی که سیگریت نمیکشه در اطراف از اون میشینه احتمال داره که او سرطان نوختر بگیره، چون دیگه مولکول ها داخل بدن ما میشه. جدید. یک چیز دیگه هم کوتاه میخوایم پرسان بکنم، باز بریم سر تجربه بعدی. حالا بعضی چیزای که جوان ها به او تلقین میکنه خدا، که مثلا با چارج و من نمیفهم قیلون مصنوعی است و من نمیفهم سیگرت مصنوعی است و که ضرر نداره، این کمک میکنه که شما دور شوین مثلا از مواد مخدر و خصوص سیگرت، او هم ضرر خدا داره چون یک جوهر داره مثلا یا داخل از اون نظم نی؟ دقیقاً عظیم سیب، امی قیلونه هایی که چارچی چوش الکترونیکی است و ضرر فوق العاده داشته باشه، به خاطر سوخت کاربون دی اکساید هیچ امکان نداره که کاربونی که داخل بدن ما میشه کاربون دی اکساید ضرر نداشته باشه، 100% ضرر داره. یک و گپ دیگه عظیم سیب، امی سیگریت هایی که برای آلایی که برای چارچ سیگریت جور کردن، تحقیقات در دانشگاه آکسفورد لندن صورت گرفته که تاثیراتش کمتر از یک دانه سیگریت و کمتر از قیلون است، و اینا به خاطر کشف کردن او جامعه به خاطر کشف کردن کسایی که آغوشته به این مرض شدن باید جلوگیری شوه، چون تاثیراتش کمتر است و نیکوتین نمیگذاره که به صورت عمیق داخل بدن ما شوه، او این تحقیقات کردن. ولی متاسفانه در افغانستان امروز رو به یک شوق و به یک ذوق و اکثر جوانا به یک استایل و به یک فیشن اون را میگیرن استفاده میکنن. بسیار سلام میشه پیدایش میکنن. خب میایم سر تجربه بعدی. نسیم جان فرام. روزی که من بود تجربه اطراقی است، یک عمله خود به خودی است که بدون منبع حرارت و بدون لیتر یا بدون کدام گرچی میشه روشن میشه میبینیم، و مواد مورد ضرورت ما میباشد پوتاشن پرمنگانات است و گلیسرین میباشد و سرنج 5 سی سی و قاشق مخصوص برای چی لابراتوار میباشد، قاشق مخصوص برای لابراتوار میباشد که تجربه را چی میکنم، تجربه را شروع میکنم. اول یک کاغذ فیلتر هم ضرورت است که بخاطر که زود عمل ما چیشه زودتر انجام شود. اولا امی پوتاشن پرمنگانات را روی سطح انداخته، وقتی که پوتاشن پرمنگانات را کار کرده بودن از صنف چند بودی که میوی صنف چند؟ صنف نو. پوتاشن پرمنگانات را روی سطح انداخته و در بین مولکول ها می مواد را خوب میده میکنیم، از این خاطر میده میکنیم که هر قدر چی مولکول ها یا مواد ما میده باشه همون قدر چی میشه عملی ما زودتر و سریعتر انجام میشود. کل موسیده مواد میده که پدیم مبین که چی کو یا خالیگار هم استکو کل دا خالیگا یعنی اودن یا جوړو پدی خطر جوړو سیدی منګه دا کوم گلیسرین سی پدی کې اچو دیس زر تر زر تر سره سی کله مو سیدا خالیگا تر سره کړو اوس رازو په اندازې 200 الی 300 سی چیکو گلیسرین راخلو به اندازې 200 الی 300 سی میګریم، اگر زیاتر شو شاید زیاتر شو باز عملی مزوتر انجام نمیشد. یه عملی که از عملی خود به خودی است، اطراق خود به خودی. وقتی که امی گلیسرین را روی سطح یعنی بالای پوتاشن پرمنگانات را میندازیم، وقتی که پوتاشن گلیسرین را بس بالای گلیسرین انداخت پوتاشن پرمنگانات انداختیم، عملی چی میشه بعد از 10 الی 9 ثانیه چی میشه فعال میشه. این عملی که از خود به خودی هستن و پوتاشن پرمنگانات که است یک ماده غیر عضوی هستن و گلیسرین که است یک ماده عضوی هستن. عملیات شد، عملی انجام شد، امیدودی که از خارج میشه ایرم یک کاربون دای اکساید است که خطرناک ترین گاز می باشد، و امیاتش که تولید شد این آتش که است برای ذوب آهن چی میشه استفاده می شود، امیدود که است بسیار زیاد خطرناک است هم به حیوانات هم به نباتات و همه چیزی چی است خطرناک می باشد. این بود تجربه امروزی من که خدا کنه برای شما خوب و جالب تر تمام شده باشه. جالب بود واقعا. تشکر میکنیم از حضور شما، واقعا تجارب خیلی عالی، و در مورد مضرات مواد مخدر هم صحبت شد. پیام گفتنی شما را می داشته باشیم. تشکر بسیار زیاد عظیم سیب، پیام خاصی ندارم، فقط به مادران عزیز خود به جوانا یک پیام دارم. پیام هم از جوان عزیز، خدا دوست داشته باشین، به خاطر که وقتی خدا ما را دوست داره شما هم دوست داشته باشین. خداوند در ابتدای خلقت انسان در ماه چهارم در مرحله چهارم وقتی که انسان خلق گفت تبارک الله و احسن خالقین، آفرین به من که بهترین موجود خلق کردم. وقتی خدا به ما میگه، خدا به خودش میگه که آفرین من بهترین انسان خلق کردم، پس ما هم بهترین انسان هستیم. بیم خدا دوست داشته باشیم هموطنان عزیز، جوان عزیز، و چیزی که به ساعت ما و شما ضرر داره به اون نبگیم. او از واقعا دوست داشتن واقعی به ایمان نمیشه که ما چیزی که به خود تلقین میکنیم میگیم دلیل دوست داشتن باشه. هم نفرام است که از ناز زیر سیگریت خانواده اجازه میتن، میگه باش که نازدان است اما نازش خراب نشه و خیر است، مقبول معلوم شه و خیر بینی. نه، دوست داشتن واقعی نیست. خداوند هم گونه که ما را دوست داره شما هم گونه خدا دوست داشته باشین. تشکر بسیار زیاد از تمام شما بیننده های عزیز، و همچنان تشکر بسیار زیاد از خود عظیم محترم که وقت گذاشتید. سلامت باشید. شما هم گفتنی اگر باشه مشایم گفتنی، من فهمی خاص ندارم، حوالی یک فهم برای متعلمین یا شاگردایی که درس یا میخونه یا متعلم هستن، باید یک چیزی که شروع کردن باید یک ادامه بده، باید ایلاش نکند، یعنی تا آخر چی کنه برساند. و در موردی که در بخش کیمیا یا در لابراتوار کار میکنه که کوچکترین اشتباه بزرگترین خطا میباشد،
یگمی بود پیام که کار میکنه. بله. بهترین اشتباهات بزرگترین خطا است دقت بکنید که در هر کار در هر کار در هر خصوص موضوع کیمیا خو باز بسیار موضوع بسیار ارزشی است. تشکر از حضور شما عزیزا، همچنان در ادامه برنامه گپ نو همراهی شما را خواهان هستیم. فعلا دم حاضر وقفه می داشته باشیم. بیا هم په خیر او ګرځیدای په ریښتیا هم ناظم جان ډیر زیار باسي او زی هغه سچې خلک زیات دی غلیدونکو سی یعنی زیات خلک هغه شاین غوړي چې په تصویر کې وګوري زی ما شاین خلک بازمي چیزا چی میکنی ناظم جان ای بر مردم هم یک خواهد خواهد نداریم جای داریم نه اینقدر هورا دارید چی فکر کردی سیت کجاست خیام میره بگم سیت کجاست سیت طلا سیت طلا رو دیگه ما از من میوردارم یک جایی که صاحب شامت بزرگ باش تسلیم کنه دی روزا خانه میری آها خوره وقت بردیم جای بجا نه نه سوال دیگه جایست خانه میری دیگه روزا آه خب صحیست مشکل حل شده حل شده نه هیچ گپ نیست رو همه که بیرین دایما ما با بیرین دایما صادق هستم هیچ گپ نیست هنوز هیچ گرام موضوع وجود نداره نه نه هنوز هم نگرفتی چی؟ باز میگم مطب کمری مخفی رو خیلی تقدیم بکنیم برای زو خوب است هزا یک بخش جالب و دیدنی کمری مخفی رو ببینین برمیگردیم و در ادامه برنامه ما رو میکنیم سلام علیکم بیادر خوب هستی بخیر هستی چی حال داری خوب هستی زنده باشی بیادر از خاطر همی چی آمدیم ماشین ما قبلا از شما گرفته بودم ماشین لباسشوی همی چیز هست که لباسشوی گرفته بودم تقریبا یک سه سال چیز کمتر زیافتر میشه گرفته بودم خو شما برای من گرانتی داده بودین بل خونه والا بل در خانه ما را که دوز برده کدم و بکسک مکسک ما برده کنشم از کدام رفتن ماشین بوده؟ ماشین ها از این ماشین پاکستانی بود دیگه من آه خوشکندار بود خوشکندار آلو بیادر موتورایش هم سوخته دیگه اونمور ما گفتم اگه برای ما پس بیارم تبدیل کنیم موتور که سوخته خب ما گارانتی میدیم از موتور آه. اگر موتور سوخته باشه گارانتیت مانده باشه که کاغذ خرید تا باشه پیشت از روی از امون ما تاریخ شبیه کاغذ خرید خال و سعیز کاغذ خرید حالا از کل مرا نمشناسی ندیدی هم آقای تن مشتریستی آمدی از ما قبول است لک جنس خب خلاص دگه بیادر جان قربان چم چم ما از کاغذ خرید باز میتونیم که از شرکت ها موتور بگیریم اگر بر مشتری موتور پتیم حالا ما هم بیادر گفتم تا مشکل بر ما پیدا شد اونجا خانه را کناتور بردن خدا انصافشان بده بیادر آه دوست برده که بیادرم بایکه که برده کدیش هم اسنادارم برده زیاف چیزای ما گم شد خم حالا بلام دقات از او بود خب مرا خب مشناسی خریده مزید دیگه حالا ما در خدمت هستیم فقط این همه قیم کاری کردم میتونیم من برای خودت که بیاری ماشین تا روان کنیم به مستری ایجا ببینه مشکلش اگر موتور باشه تاریخ تیر شده باشه اگر موتور من دازش مستری ها پیسه میگیره نه خب تو مرا لالا اگر فکرت باشه در واده که شما را که اگر آدم از ایتان جنس بخره باز چل رقم واده میکنین بازنه تا که بیایی من بیادر سلام ما را والی کنیم ما در خدمت هستیم هر چیزی آلا قربان چم تو اما قاید اما قاید مرا گفتی گفتی ماشین ببر اگمی ماشین تو سوختان دی هر چی که کدی بیار ما برات پس تبدیل میکنم اما موتور کرد ما گم دیگه چیز که حالا ماشین خود در بیتی یا بسوزه از پیش دیگه او را پس کسی آلمی بادیش تو چقدر بده او بادیش بدر برای ما تو گرب گرب زدی که گی نمش کنه و چی حالا بادی از وام درس کرده بادی شکستن گارانتی نداره اینی آجی صاحب است که از جمله همسایه دکان است قانون قسم است که اگر یک ماشین یا یک جنس که ما مفروشیم جوری برقی موتور داره اگر میسوزه برای ما شرکت هاست موتور میگیرن آجی صاحب یعنی می بیادر خو میگال سرگپ خود عاشق است مرا ما یخچال سر ما تقریبا اینمی یک دو سال با ماشین اینمی بیادر سر اینمی ماشین از چی سال خو میبینی سر اصاب ما را خراب کردم و در خانه هم اینجا جنگ جدال ما خیست سر می بل بیادر در اینجا ما مده ما را تو هم آجی صاحب ما همی خانه را دوست بردک بلام کدیش بردم باش که ماجی صاحب بفهم حالا مشکلی نیست اینجا که آمدیم برای ما زد زد بادیش که بیادر بادیش
چیز بدر بازیش نمشکنه و فایبر است و فلان است. موتور سوختم میارم یا ماشین ما تبدیل کنم یا پیسه ما به تدگی رقم کنم شاید صاحب کلام بیاد. حاجی صاحب به ما تو گفته بود تنی. همه تو گفته بود حاجی صاحب. حالا خود چیزی که گفتی او بیاده در هر چی گفتیم در موبیل ما نشته کردیم قربان چم اگر از این نیست که ما که ما تو جربست کنیم دعوا و جنجال نه دعوا و جنجال نداره سعی که قربان چم مشتری دیگر را که میبینی ولی اگر ما را در قصه ما شوی حالا خود ما مشتری بودیم بیاده صدقه چم بیار غیر قانونی ما تو گپ زدن نمیتونیم بلد باشه از روی بل موتور سوخته بود وقتت مانده حالا موبیل خود حالا موبیل خود بیادر موبیل خود گفتم گم شده حالا یک دفعه گفتم اینال شرکت نگرد مرا قبول میکنن نه از تو را که ما ببرم در شرکتی را یا تبدیل کنه یا پیسه ما را به تو که قانون نیز بیادر ماشین اگر میسوزه تنها اون موتور شما حق داریم از شرکت بگیریم وام به صورت که یک سال دو سال یا سه سال که بیادر جان واده که سر ما فروختی گفتی برو اگر میره تو در سه سالم خراب کدی بیا باز از من میگرم حال تو آمدی بیادر پنج سال شده چهار سال شده ما بفاید گپ سعی که بیادر گپ مفت نزن همی گپ حالا من میگم دواده که من فروشی که بیادر باز خب میگی که بیادر چیست فهمیدی با هم که بگوی بیادر تو هر کس سر ما صدا کده میری فهمیدی بیادر اضافه که بیادر روز مرم و وقت مرم زایی میکنی حالا مالا میگیری نمیگیری او بیادر مالا ببر مرا خمو قای تو گفتی که بیا باز این پیسه تاکسی تمیده مالا پیسه حالا برو بیادر خونه اون جنس تحسانم اونجا افتاده بیادر بگی من خودم وقت ندارم برو از خانه بگی آره گپای ناف نزن گپ مف نزن کس تو کار نمیکنم از خانه تام بیایم یک ماشین تام بیارم بیا بیاد مختار بیاز ده خانه خود نمیمانم خونجا ده و بدر لب کوچه برات میکشم تو از کلام جای دیگه خیلی نبل داری نه چیز داری آمدی چه دعوا کتم او بدر ما میاله دکان تو آمدم سعی کردم اونم دکان است ما بل تا بت کم دکان است ولی بل نداری تو آمدی کدم او بدر چی رقم هم سایه داری سر ما جنس فروخته حالا بدر جنس خدا پس نمیگیره مرا گفته بود یا پیسه تا میتم اگر امیر خراب کردی من برات پیسه تا میتم حالا آمده بیدر گپ مف نزن او بیدر بله تبیر بیدر اگر که دسیار جنجال دوا میکنی اولو عوضه اولو نایت رو میفهمی کار برو بیدر اینجا دوا ناخ نکسر قربان چه ما بزور از پیشت میگیرم جنسه چرا کم بزور؟ ما خب کلمه چیزی که گفتی برو بیدر تابال کتت بخوبی گفت زدن برو زور برو هلا هر که ای که تیلا نکو ماموریت و سن و چیز تیلا کدن ما میادارم برو حالا خیره که تو بیادر حالا دایی دکانت بخوبی چی؟ گارانتی داره خب یار اگر ما کم کمک کتت میکنم اگر میبرم که نصف بای بر جور کنه دیگه آه قربان چم با نصف بای هیچ بر ما جور نکنه مرا گفته بودی که بیار من یا پیسه تا میتم اگر وقتت مانده بود تو میگی بیا ماشین ما از خانه حالا ما خدا می دو زاده قار خود کنه که بیادر سای کنه تو حالا خب بلا برده کدی خود کاش که حالا تنا پیسه را می بود کاش که ماشین تا می برد در جنجال ما بیرم تو حالا آمدی سر ما وقت ما او بدر من دعوای ناق نمی کنم من خود دعوای جلب نیستم تو بدر اینجا ما مردم جنجالی نیستیم همسایه داریم سر صدای ما رو نکش برو بلک تبیار ماشین تبیار باز گپ میزنیم از روی بلد گارانتی در چی که نشته کرده بودیم از اونم روی بل بل او بدر من چی میگم همینجا کاکای دگان بود یک اکی سفید بود کاکا ما کانیز بدر برو اینجا تنها من خودم میباشم نه بود چرا نبود سابقی دکانت بود بدر کاکایی که خریدی و نیست دیگه دیجا از تو هم بودی همینجا برای من همینجا تو بیادر چیش ترق ترق واس کدی اینم اینجا اینم اینجا اینه جای نشانی اینم اینجا برای من گرفتی ماشین واس کدی حالا بیادر توی سعی کن بیادر ماشین واس کدی من سعی است که اگیجا واس کدی می اویجا دوکانم است حالا تو نمیشه که حالا من خب میگم خدا و راستی سعی کن اینمی تو اینمی کار از سر ما کدی حالا بیادر وقتش که رسیده تو نمیتی بیادر چیز برو پناهید بخدا برو دیگه و بسام ما رو زیاد خراب نکزی اضافه گپ نزن ای بیادر من خو نوکرت نزدم کدیم توی تو گپ میزنی قربان چوام سایکو و بیادر من تو را میگم ما از پیشت گرفتنیستم من میرم سر طرف میکنم خدا برو سیانیم
محاکمه اونو نایه اونو حوزه برو عرض میکنی عریضه میکنی نفر میری طالب میری پلیس میری هر کی میری ما در خدمت هستم اگر غیر قانونی گیر نزن برو 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 حالا برو برو دیگه اصلا زیاد اصلا ما رو خورد نه او گدان برو دیگه تو عجب گپ میگی برو تا غیر ماشین تا گرفتات میگی باز نگو یا نه ایده همسایه چه شاید باشه ما میرم سر تریزه کلمی ولایت شاید باشه برو بخیر حالا برو وقت که می خرم خود چطور میایی پدر دلاسا کرد از این از بیرون صدا میکنی بازال طبیعت ما برات مشکل حل کنم تو میگی بیا ماشین از خانم ببر خیر باشه صبر کن من حالا میرم سر تریزه میکنم یعنی چی کنی کد از این مردم وقت که می خری دل دل میکنن تا باز وقت که سلام علیکم خوب هستی بخیر یادر جان باز برای جنجال آمدی ای برای جنجال آمدی خیلی بچی آمدی آورده موزه را کدی خود بیا سایی بیا ما گفتم اک اوزه را میری نایه را ما در خدمت هستیم بیا در مالتو نیست ما نوزه در موتر ششتگیز بیا در کمره مخفی است ما خواستم یک چند دقیقه بیا در آزارتان بتم کمره مخفی است تلویزیون آریانا است خواستم یک چند دقیقه آزارتان بتم جنس دوستا ازش خریدیم اما جنس خراب نشده تا بال پیش من است کار میگیرم ازش استفاده میکنم خب من خواستم که دمو جنس را که خریدیم سرش اقرارش را داشته باشم که بیادر از تو خریدید که من اقرار را کرد که از من خریدی اما بلش گم شد یکی بیادر ببخشین آزارتان دادم بسیار ببخشین زنده باشین بخیر باشین قربانتان سلامت باشین زنده باشین لطف کردین خیلی ببینید یک کمره مخفی داشتیم آزارتان دادم خدا کنه خفه نشده باشین خب خوش آمدین عزیزا به ادامه برنامه و آرزو دارم تا این دم از برنامه لذت برده باشین و در این لحظات برنامه با خاطر به صورت گپ میزنم که یک بخش بسیار دوست داشتنی و زیبا که فیصل جان عاصم زحمت کشیده بخش میدان بیا اون تقدیم شما میکنیم بسیار زحمتم نه زحمتم نمیکشه خب خیر برین ببینین درست است خوب است بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود خسته نباشین دوستان عزیز بخش میدان بیاست و برنامه گپ ناو دو عزیز ما که همیشه هم دیگر میگن ما چلنج دادیم و دوستای هم صمیمی هستن در یک منطقه در یک جای این بار میخواین که یک چند حرکت ورزشی را تکرار کنن و بعدش ما گفتیم بیاین یک زور بازو هم برین ببینیم که باز کدامتون و پابند به ورزش هستین بنده فیصل هستم در خدمت شما بیاین که دوستا اول امروشون یک معرفی شه بیا اول از طرف راست شروع میکنیم سلام خسته نباشید زنده باشین سلام بخیر دور به این طرف که دوستا تصویر طرف هستن نامت ایرج هست ایرج جان چطور است آماده هستی ان شاء الله خوب هستم میبینیم چی میشه بخیر مقصد که در رقابت آدم اشتراک کرد باز نمیگه خوب هستم میگه من برنده هستم خب ما اگه پیش بینی کنه با این برنده هستم که نشم باز برنده بازم که هم باز میم نه او وقت بیا انشالله برنده هست سلامت آماده هستی دیگه انشالله اینجا این حرکت متوازی نمیگن دو سای حرکت بسیار جالب است دنیم پارک ای عزیزای ما میرن ببینیم که چند تا رفته میتونن سلام خوب هستی بخیر سلام هستم جان خوب هستی صحتون خوب است تشکر خودتون یک سلام و خسته نباشین سلام به شما میگم از طریق شما به تمام بیننده هایتان دیگه با مدارون هستم همی دکاندار منطقه همی پارک دی بودم بسیار خوب هارون جان و ایرج جان دو رقیب سرسخت خودت به نظرت برنده بخش هستی یا ایرج جان؟ شاید ایرج جان باشه شکست نفسی استک یا اما تو؟ نه ایرج که هسته ده شکست نفسی نمی کنیم چون که ایرج بچه هسته که سرش اعتماد میشه یعنی ورزش میکنه خودت نمی کنی؟ بله خود دوستا ما مچم در جمع ورزشکاران بیرم نمیرم کم کم ما از پولی کلاب تیر میشم خب یکی اندام ما جور نمیشه یکی از نازم جان از نصرت خب یکی جور نمیشه دوستا به خاطر که یک کمک توجه به شکم دارم خوب از دوستا بیاین حرکت ها رو شروع میکنیم شما بیننده باشین باید به این شکل دوستای ما حرکت برن من عزیز مایک بگی بیاین بخیر چند تا خود رفته میتونی ازم بیا خود چند تا رفته میتونی ببینیم دیگه مثلا
شاید دیگه 10 دونه 15 دونه بتونه. 10 15 دونه. بله. خود چند دونه؟ ما باید 20 بگی به خاطر اینکه 15 گفت. پیشتر اینا شوخی کردن، فعلا بر حال ما ورزشکار نیستم. در قبلا میرفتم، حالا یک ذره وزنم گرفتیم، در نصفش یادم رفت. متوازی باید همو وزن برابر همو قدت باشه، از ما یک ذره بالا اومد. حالا 20 پوره میکنی یعنی ورزش هم نمیکنی؟ نخواد کنم 20 پوره. خب باید چلنج دیگه این رفیق ما بر چلنج داده، 15 گفته تو 20 بگو. 20 میگم توکل ببینیم ببینید. توکل به خدا. برو عزیزم اول خودت شروع کن. خب برو عزیزم اول خودت شروع کن. این از اینجا یک این می در یک در میان نباشه. برو یک دو سه شروع. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چارده پانزه. او با افتخار شک چک چک کنین دوستان. پانزه را گفته بودیم امور پوره کردیم. بیا عزیزم خودت در جایزی ساشی خودتی طرف بیا. ایراد جان تو خود ورزشکار هستی دیگه؟ ورزشکار هستم. ورزشکارا را کم ندید؟ پیشتر ذکر کردم که وزنم زیاد شده واقعا. برو توکل به خدا. شک سنفسی میکنه ایراد جان، تشویقش کنین. یک یک دو سه برو. خب چهار برحال خیر، ما یک بازی دیگه هم داریم دوستا. بیا نظیم خودتی این طرف ساچو. خیره به این نتانستی در زور بازو چطور هستی؟ خوب است در زور بازو. دوستا میریم زور بازو امتحان میکنیم که کدامشان برنده است. در این خوی رجان بیخی نکاوتی رفت. گفتم وزن خدا بالاتر نمیشه از قدم که وزن زیادتر است. 10 کیلو ها تقریبا. بیا خیر باشه در زور بازو. خب وزن قدر زیاد چی نیست، شیمه دست مهم است. خب دوستا باش که ما یک موقعیت خوب پیدا میکنیم که تصویر ما خوبتر بیایه. هارون جان و ایراد جان آماده هستن بخیر که یک زور بازو هم اینجا برن. جایی که ما تعیین کرده بودیم اینجا تصویر خوب نمیداد. آماده هستی انشالله هارون جان؟ بله هستم جان آماده هستم. دهی که انشالله ایراد جان دیگه استعفا نتی. خواهش میکنم. ببینیم ببینیم دیگه بازو ما چی بگویم. پیش بینی کردن نمیتونم. خوب است که تو بیادر در مسابقات پهلوانی خود روان نمیکنه. اگر ما اول میفتی بیادر ما باخته قبول کردیم بر عریف. اما تو نیست هارون جان؟ بله اما تو رسته. خب برین خب برین شروع کنین دیگه همیجا دستکایتان رو بانین. خب میبینیم که ای عزیز ما کدامش زوراور است. خب سه دو یک بچه ها یک چک چک کنین. خودت عزیزم در جایت بشینی رقبی کی میشه؟ میشه میشه. برو سه دو یک بچه ها یک تشویقش کنین. نه آرون کدامش حالا برنده شد؟ چرتکاش بسیار خراب است از ایراد جان. بشک ایراد بشک بشک بشک. بیا همکار از یکم پیشتر بیا ایراد جان هم یک تصویر شنشان بده دوستارا که حالا هیچ معلوم نیست برده با خی طرف میرن این طرف. امو امو کاغذ پرانه که پانگ داشته باشه نه؟ امو کاغذ پرانه که پانگ داشته باشه. یک اینال دستای دانه تبدیل کنین. بیا تو در جای زی در جای تو. برو خودت در جای زو. نه نه از امیرو بیا از امیرو. نرو از رای بامبا. بیا از امیرو زمین ها بیا. این حالا برو. این حالا میبینیم که قصه در کجا میرسه. سه دو یک باش یک لحظه یک لحظه اینجا دستک تا بگی سهی پیش کمه این اینجا برو سه دو یک. ایراد جان
میفهمید تو برنده هستی اما از اول باخت قبول کرده بودی. کلاهی تو نکم خاک گرفت. خیر است دیگه. باش که خاکای کلاهی تو یکم پاک کنم که مقبول است کلاهیتون. خب بازم نیک جان تشکر. باش می دهیم وسط بیاین. دوگکشان برده هستن به این که در برنامه اشتراک کردن. هم اشتراکشان نشان میده که علاقه دارن و بیننده برنامه ما هستن. مطمئنن که همیشه برنامه رو تعقیب میکنیم. بله بله همیشه میبینیم. کدام برنامه رو میبینیم؟ برنامه های تلویزیونی هست گپ نو به خصوص و صبح زندگی و بعض برنامه های تفریح دیگه است. باش که عزیز ما کدام برنامه های آریانا رو میبینه؟ ما خب همین برنامه گپ نو همیشه بیننده هستم. دیگه در ضمن از این برنامه ورزشی چیزی که هست یا به ورزش علاقه داریم همه رو تماشاگرش هستیم میبینیم همیشه. بسیار خوب. تشکر از همراهی و حوصله‌مندی شما. ما به برنده برنامه ما جایزه تعیین کردیم که انشالله برشون از طرف برنامه تقدیم میکنیم. اوقات لحظات خوش داشته باشین. خداوند یار و مددگارتان باشه. په خیر او ګرځیدای غپناو خبرونه ده او ټول هغه برخه چې مونږ نن په خبرونه کې تاسو ته ځانګړي کړی وي هله چې د غول لودوم خواند اخیستای وي هغه څه چې بخریم برخه وا کمرې مخفي او د نن خبرونه میلمه او رو رسیدو د خبرونه پای ټکی ته. بله هیبوج برنامه هم شب که تقدیم شما کردیم عزیزان زود دارم لذت برده باشین تا برنامه بعدی که خدمت شما حاضر میشیم شما را برای پکل ازال مسپاریم بقیه وقتتان بخیر فراموشم نشه چشم برای نظریات انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهبود برنامه خودتان هستیم چنل یوتیوب ما را فراموش نکنید سابسکرایب کنین بل بتن یا اغل تا زنگولگه که دغه تم فشار ورکړئ تو هغه ټول خبرونه چې حالت اپلوډ کیږي تاسو ته نوټیفیکیشن یا پیغام راشي چې دغلی دونکو وسیته بیا بل خبرونه الله مل الله نگهدارتون.